اسکانی میکنم چون میخواستیم دوربین رو بزنید تو شارژ. دوربین گوشی دارم ولی که میخوام کلاس بذارم من آدم دروغگویی نیستم دیگه زدمش تو شارژ دیگه ببخشید. خب کجا بودیم؟ بزرگترین دستاورد. من احساس میکنم اگر کسی برام احترام قائل باشه اون احترامه برام بزرگترین دستاورد. دقیقا من هم یه چیز دوهی مایه ها گفتم من واسه کارآموزی یه چیز دیگه بهترین پروژه من گفتم که بذار بگم دیگه تکراری میشه ولی بذار بگم گفتم که آقا من تو زندگی هیچ وقت ندونستم خیلی توی چیز تخصص خاصی پیدا کنم و توش درآمد داشته باشم و اینا ولی با کمکایی که بقیه کردم اون خیلی ها رو دیدم که با کمکای من به اون تخصص و اون پول درآوردن رسیدن و این قضیه خیلی خوشحالم میکنه این که تو زندگی نمیتونم به یه چیزی برسم ولی لاغا کمک کردم که یکی دیگه به اون چیز برسه. آره همین که تأثیر گذار باشه فکر کنم خیلی باحاله. آره و این از این قضیه خیلی خوشحالم. خب آخرین باری که از شدت خنده گریه کردی کی بود؟ احتمالاً تو خواب بودم و قبل بخشم نه فاطمه هم اکثر کاری که تو خواب باید تو دارم مثلا قابل بخش نیست. خب بهترین تعریفی که از دیگران راجع به خود شنید؟ یادم نمید. یادم اوکی آدم صبوری هست. سلام هم باشید. الگوی زندگیت که؟ الگو؟ گاندی. شوخی میکنم یادش نکن تیک میزنم که برای سال بعدی. الگو من یکی الگوی خودم قرار نمیدم. تو هر چیزی یه الگوی قرار میدم. اوکی ولی قاطعاً بولترینش بولترین. مثلا از هر چیزی از هر کی 1% برداشتی ولی از یکی 3% برداشتی. اون 3% رو هم کانتی رو بزن بود. فرد مشهور مورد علاقت سلبریتی استاد هر چیز مرد نمیدونم فقط یادم دیشب یه بیت شعر خوندم واقعا برگام ریخت. اگه اسمش یادم باد آخه بیتم یادم نیست ولی اون واقعا کارش درست مرد بود یا زن؟ فکر کنم مرد. اوکی حالا زن بود. چی؟ حالا زن بود. ها زن پانتا صفایی. پانتا صفایی نمیدونم که ادیتو عکسشو این زیر بیار اگه بلدی. اگه بلد نیستی هم دیگه بل کن دیگه چیکار کن دیگه بلد نیستی برای که کار کن داری ادیت میکنی اینجا خیر سرتا. سلام من حسامم همین که الان گفت برو یکم کار کن. خب الان من بگم که من کلی روی اینا کار کردم. 3-4 ساعت من فقط نشستم هر ویدیویی رو ادیت کردم داخلش. بعد این حالا حقوق که بعد نمیدن من اینجا دارم مفتی کار میکنم. مفتی هم که چه عرض کنم یه رضا استوب من دیدم. خب الان من بهتون نشون میدم همه پول میگیره پول اسنپش من دارم میاد. مکان مشتاق منصوری نژاد سلام کارت به کارت میتونی بکنی؟ چقدر؟ 30,000 تومان برای خودت؟ آره ممنون زدم. پول اسنپش الان من دارم میدم. بعد حالا اون که هیچ این 5 دقیقه سر اون پادکست علی درویشی که خیلی طول کشید اومد 5 دقیقه هم داشت 2-3 دقیقه در حد 2-3 دقیقه اینجا من دارم نشونت میدم. مکان نوشه مشتاق منصوری نژاد و حسام غریبی تامنیل زن و ادیتور. تامنیل رو من زدم ای تموم اومد 5 دقیقه کلن 5 دقیقه نشد که نشست یه کار کرد کل ادیت خراب شد. من دوباره نشستم از اول ادیت کردم بعد اسمش هم زده. حالا دیگه خودتون میبینید بقیهش ببینید. شعراش بخونیم فکر میکنم میدونم که اونقدر در حد سعدی و اینا اون شعر سعدی و اینا فکر کنم دیدم شعر سعدی و اینا رو میخونه. خودش شعر میگه خودش شعر نو میگه فکر کنم. اوکی من عکسش میذارم امروزیه یعنی خدا رو شکر هنوز زنده است. شغل رویاهات شغل رویا کار آفرین این شغل چرا دیگه شغل دیگه یه کار رو داری میاره هر بزنس رو ممکنه اوکی کار میکنم آفرین کار کنم دیگه. من شغل رویا همیشه این بوده که گیمر یوتیوب باشم استریم و اینا ولی یه چیه بحثی که این شغل رویایی داره اینه که من اگه یه چند باری امتحانش کردم و تمرون همیشه گفت داخلش خوب داشتم پیش میرفتم اون سیره رو داشتم دیدم که دیگه هیچ وقت نمیتونم بشینم خودم بازی کنم. هر بازی که میخوام بشینم بازی کنم و مجبورم ویدیوش کنم یا استریمش کنم دیگه نمیتونم از بازی رو لذت ببرم. بخاطر همین چی گفت شغل رویام که اون رو ترجیح میدم نداشته باشم. خود رو دست کلمه توصیف کن. خودم هم بچه خوبی هستم.
بچه خوبی هستم ساکنم شد. اوکی. بیشتر شبیه پدرت یا مادرت؟ از لحاظ ظاهری؟ میتونی بگی از شبیه ظاهری پدرم، از لحاظ باطنی مادرم. کاملا دست باز. باطنی که نمیدونم، ولی خب ظاهری نه ترکیبیه دیگه. اوکی. اینو که گفتم، اینم که گفتم، تا به حال تقلب کردی؟ من میتونم تایید کنم که نه. نه خودش. یه بار. اگه از من بپرسم اینو. یادم نمیاد. دهن ما رو سرویس کرد روز تقلب. نه تنها تقلب نمیکرد، حتی اینجوری بود که میگفتم میگم سوال سه رو میشه با هم بخونی مثلا تو کاغذم چاپ نشده. گفت نه. حاجی سوال داریم خواهی این تعلمی نیست این اگه اصلا بپرسم میتونه من بگه این رو از پشت صحنه هم دارن لایک میکنن آقای کارگاه بدترین دشمن تو را چگونه توصیف میکنن؟ بدترین دشمنم منو چجوری توصیف میکنن؟ دشمن زیاد زیاد اول پای صحنه لایک میکنن نمیدونم دشمنم فکر کنم اینجا زیاد هستن یکیشو میتونم من توصیف کنم یکیشو توصیف کنم که کدوم یکی رو بگو توصیف شما مگه همین الان نداشتی خب باید بگیم یه صبوری دیگه زیادی بحثت دشمن صبور زیادی بحثت من میدونم بچه کارگاه هم زیاد تعریف کنم زیاد چندم میگه آقا این چه مسئله بازی نه محمد علی بساب اونجا ارشد ما ارشد منظور نه دانشجو ارشد منظور یعنی بالاتر از ما قدیمی تر از ما ما میرادن فلان سوال نمیپرسیم برمیگر به ما میگه پرسش کن اینجا جا داره بگم خب مرسی بایش میکنم مرسی که اینقدر ارشد خوبی هستی تشکر میکنم اصلا خب... راهنمایی های بزرگتر از این من ندیدم تو همین صحنه من میخوام داستان بفهمم چیزت آقا برنامه نویسی یاد گرفته بودیم میخواستیم دیگه یه پله بریم بالاتر تو حوزه مهندسی شروع کنیم میکرو کنترلر کار کردن یعنی کدای کنترلی بزنیم بعد رفتم پیش این آقا سه چهار ما سابقه شما بیشتر گفتیم الان راه نماییمون میکنم بهش گفتم الان من باید چی کار کنم گفت این تخته سفید رو بگیر برد بود و گفت این هم بگیر یه چلپین بود یه آیسی چلپین سیاه بود یه دونه الیدی با یه مقاومت به من داد با سه چهار تا سفید گفت برو با این اینو خاموش روشن یادته به معزه نگاه کردی استیم آه کشید و همینطوری نگاهش میکردم گفتم خب حالا حداقل بهم بگو این چیه میگفت برو سرچ کن من در یه چیزی برای فهم آقای چه نخواه اسم شد کنم من بگو این چیه روش نوشته بود رو به ردبور چی نوشته میگفت برو سرچ کن نه سال رو به ردبور چی نوشته ردبور رو گفتم به الان تو به من توضیح بده من حتی نمیدونم اون چیه چرا به من میگی برو سرچ کن همین روش باعث شد که ایشون الان ایشون باشه در این ساعت ببین با توجه به اینکه تعداد دانشجوهایی که من تربیت کردم با توجه به اینکه تعداد دانشجوهایی که ایشون تربیت کردن اصلا حتی قابل مقایسه نیستن مال من خیلی تعدادش بیشتره خب و حتی نیمی از اونها اونایی هم بودن که جزء دانشجویان ایشون بودن بعد در اومدن بودن دانشجویان من و الان اونها رتبه های برتر سری ورودی هستن که پشتم دارن لایک میکنن یه سری رتبه های برتر ورودی هستن یه سری هاشون اکثرا داخل کارگاه خوب دارن کار میکنن و و و و و و در این باره فکر میکنم حرفی که من در مورد ارتقای یک نفر بزنم و ایشون در مورد ارتقای یک نفر بزنم قاطعا حرف من منطقی تره پرسنل لایک میکنم خب لایک میکنم تو مهم نیست الان پرسنل یکی لایک کرد یکی دیسلایک رای میرسه به اینجا میرسی به اینجا آره یا نه تیاره. حرف من به نظرم تو الان بحث داره اینه که اگه بخوام مشاوره بگیرم و ارتقا بگیرم و یکی به چیز یاد بدی من حرفم میشه گفت درست‌تره تو حرفتو چون من هم تجربه هم بیشتره هم دانشجوان برتر بودن نسبت به دانشجوی تو تو سند من تایید نمی‌کنم تو سند بس نیست بس سر دانشگاه بس سر پیشرفته بس سر پیشرفته دانشگاه ما دانشو تربیت نمی‌کنیم اوکی بس این رأی منفی میده تو رأی مثبت یا منفی نسبت به کارش نسبت به من مثبت یا نسبت به یعنی حرفی که من نسبت میزنم به محمد منفی نسبت به تو مثبت حداقل بعد طرف رو پله اول هول بدی بره تو بعد خب با توجه به رأی ریزی الان اینجوری شده که دو به نفع من دو به نفع ایشون خانم واجب رأی شما تعیین کننده است خب لازم نیست رأی بدن نه که یادم اومد اول ایشون رفته بودن پیش محمد معزنی بعد محمد معزنی اومده بودن کارگاه دوم بچه بخواید چه نخواید یعنی که این آدم بدی بوده که اومده خب بس کاملا فیل شد و میرسه به من خب و با توجه به اینکه میگی الان داری میگی که اون حرکت باعث شده که این به اون بالا برسه اینا
اینا کلا خیلی بحثش طولانیه، نمیشه اینجا صحبت کنی. ولی یکی از روشایی که داره میگه آره اینه که طرفو بکوبی یا طرفو یه کاری کنی که مجبور بشه سرچ رو یاد بگیره. خب و قاعدتا تو اون لحظه آره حرفش درسته و بعد این حرفش قبول دارم و بعد آقا بیچی بهش نگی. ولی بعدها که اتفاق افتاد و طرف لاغت سرچ یاد گرفت، اون موقع خب تو سرچ ممکنه گم بشه، خیلی چیزای وسیع دلشه. خب اونجا جایی که بعد حتما کمکش کنید. لایک از پشت زیاد میشه، مرسی، دوستتون دارم، طرفدارای من هستم. و اونجا به بعد خب دیگه هر کی اومد سوال پرسید بعد سعی کنی که راهنماییش کنی و ببریش به یه سمتی، یعنی بعد جدی بهش بکنی. پس آره تا یه جای حرفش درسته، ولی از یه جای بعد بعد تغییر کنه دیگه، نباید این شیوه رو پیش بگیره. و محمد تا آخر همین شیوه رو پیش میگیره. من خودم کسی بودم که ای وی آر رو با کمک ایشون انجام دادم و فقط تنها کاری که بود این بود که اسم پروژه بعدیمو بهم میگفت، همین میگه پروژه بعدیت اینه و چه جوری بری بهتره یا مشکلاتی که به نظر دروشون تاکید داره اینا اصلا هیچ گنده. واقعا خیلی کمک بزرگی میشد، خیلی واقعا در این حد بود که ببین تو رفته بودی مثلا به یه حد خوبی هم رسیده بودی با این صحبت میکردی، میگفت بعد باید بری اینجوری کنی اونجوری کنی اینجوری کنی اونجوری کنی، بعد میرفتی همه اون کار رو انجام میدادی، بعد بری اینجوری کنی اونجوری کنی اینجوری کنی اونجوری. مطمئن بودم اگه اونم انجام میدادم بهش میگفتم بازم بودم بعد بری اینجوری کنی اونجوری. من دیگه ترجیح دادم همونجا لفت بدم برم کارگاه داشتی. خب عامل لفت خیلی هم بوده، عامل لفت خیلی هم بودم، از پشت سنم دارم لایک میکنم، اونم خیلی الان راضی هستم از جای فعلی شد. ولی من همه رو تنستم راضی کنم، همه رو از اون منجلاب کشیدم بیرون بلوز میشو. بعد خیلی جالبه که من خودم بعد دیدم اوه این جای جدید منجلاب، اومدم بیرون بعد همینی که میگفتم بیا نمیومد همون موقع رفت اونجا، خودش رفت اون منجلاب. یعنی اون لحظه که اونجا تبدیل به منجلاب داشت میشد من خودم رو کشیدم بیرون، این خودش انداخت توش. من دیگه سوالی ندارم راجع به قضیه، ممکنه ببینم بگن یعنی چه به کارگیه ما گفتیم انجلا با اینا. خب نیست حالا آیا با هم تیمیات کنار میان؟ هم تیمی ها؟ آره حالا قطعا یه جا تیم ورک داشتی، تو اون تیم ورک با هم تیمیات کنار میامدی یا نه؟ هم تیمیم داره اونجا دیسلایک میکنی دیگه با هات. اوکی ولی من باش هم تیمی بودم. با توجه به اینکه یه تیم باید همیشه موقعی که داره کار انجام میده باید تفکرات مختلف داشته باشه و اونجایی که ما تیم ست فندار دار من و تو علی درویشی بودیم کاملا تضاد کامل بودیم به معنی واقعی کلمه، لایک میکنم از پشت. و قاعدتا اونجا با توجه به اینکه تفکرات رو کاملا با هم دیگه همخوانی نداشت ولی داشتیم کنار هم یه سری کار رو پیش میوردیم و خوب پیش میوردیم، به خاطر همین آره قبول دارم کار تیمشون. از چند سالگی شروع به کار کرد؟ کدوم کار؟ اولین چیزی که میشه اسمش کار گذاشت، یعنی بابتش مبلغ میگرفت فکر کنم. کدنویسی پایتون بود فکر کنم؟ نه تو قبلش هم بود، اول دوم سوم راهنمایی بود. خب مکانیکی کار بود. سن رو نمیدونی بگی؟ چون من 14 سالگی بود این 10 سالگی. تو سوم راهنمایی داری میگی دیگه؟ نه چندم راهنمایی بوده بگو اوکیش بکنی. تو راهنمایی چه سنی داره؟ تو آقا بگو چندم راهنمایی بودی؟ نه بگو چندم راهنمایی بودی؟ رو دوم حساب بود. خب الان چند سال ده؟ 14 سالش. الان 24 سال. خب 5 سال که دانشگاهی؟ 5 سال دانشگاه. چند بار پشت کنکور بودی؟ یه سال. یه سال هم پشت کنکور بودی، 4 سال هم دبیرستان بودی، میشه 10 سال. 2 سال هم اوور 12 سال. الان 24 میشه 12 سالی. اوکی. 14 12 10. رفته ابتدایی 5 سال ابتدایی بوده. نه من دارم کم میکنم میرم. چند دوست داری شما؟ 14 سال. میگن 13 14. آقا اصلا خاطر که این نسوزه آقا دینش من 14 این 13 این 10. یه 11 یه 12 هم دعوت میکنیم که داشته باشیم. خب افوش اپوشتن میگن کارگاه از 11-12 سالگی چند بودی؟ 11 سالگی؟ کارگاه. خب 10, 11, 13, 14 یه 12 سالگی 9 10 11 13 14. شما 12 نبودی این نمون کامل بشه. ایشون هم میگه هر نمیدونم درست میگه درو بریم هم میگه تو کل عمرش کار رو دیده باشه، این هم میگه 12 شغل داره کامل میشه، تیم داره کامل میشه، داره تیم میبندیم دیگه. الان دیگه زنگ بزن به منجلاب بگو دیگه ما داره بندیم، ما دیگه تیم رو بستیم از 9 تا 14 داریم. خب اینو که پرسیدیم، با استرس شغلی چگونه کنار میاد؟ استرس شغلیم؟ آره یعنی فشاری روم باشه چی؟ حالمو خوب میکنم؟ قطعا استرس شغلی یا داری یا نداری، من ایشون گفتیم مثلا نداری. تو اگه تو استرس شغلی قرار بگیری چجوری ازش در میاد؟ شاید اصلا بگی آمون تو استرس شغلی اصلا گیر نکی. ببین دو تا کار میکنم. خب نه اتفاقا من اکثرا استرس شغلی دارم.
آره من تایید من ایشی استرس چرت و پرتی داره اصلا من نفهم چرا از پشت نه لاگ اصلا من نفهم این چرا با استرس داشته باشه چرا نگران یکی این کار میکنم که میام کل مشکلاتمو مینویسم اون چیزایی که نمیتونم رفع بکنم و میذارم کنار اون چیزایی که میتونم یه راه حلی براش پیدا بکنم و میذارم جلو و راه حل سعی میکنم براش راه حل پیدا کنم برای که حال من خوب بشه یه سری کارا میکنم فیلم میبینم شعر میخونم بازی نمیکنم بهترین شغلی که تا حالا داشتی بهترین شغل که تا حالا داشتی شغل من تدریس دوست دارم تدریس حال میکنم خب اینا تک کلمه است و قطعا آخرین سوالامونه و بعد یه تک کلمه میگم اول چیزی که به ذهن میرسه بگی اوکی دکتر داشتی پیش برو یعنی یه کاری پیش میبره پیشو پیشو من این موتوره حالا دکتر ترابی اخلاق خوب اوکی دکتر احمد کشاورز احمد کشاورز خب سکوت دکتر دکتر وحید میگولی بعدا که دور بینید تحصیل شد بهتون دکتر رزمینیا دکتر رزمینیا وحید میگولی رو گفتی بعدا میگی احمد کشاورز خب وحید میگولی وحید میگولی خیلی تک بودی واقعی ولی علاقه به هزار بود دکتر رزمینیا دکتر رزمینیا توانایی تو دانشمند شدن های قدیم حالت عرفان و ریاضی و فیزیک اینا همه چی بخواهد ساینس دکتر هیدر کشاورز هیدر نبوغ دکتر قیمتگر تلاش چرا همه دارم میگن تلاش بعد من خیلی کم تلاش میگنم ازش حتی این چیزی که من ازش شنیدم اینجوریه که قبل از اینکه هیئت علمی بشه خیلی پرتلاش بوده بعدش اینجوری دیگه نیست ولی من الان دیدم تو کار اینجوری بوده که اصلا یه دفعه می‌بینی مثلا دکتر بعد 20 صفحه بنویسه دو ماه گذشته 20 صفحه رو ننوشته بعد یه دفعه شب قبلش میگه دکتر تا فردا بعد 20 صفحه رو بنویسی میگه اه جدی صبح میاد 60 صفحه نوشته بعد یه دفعه یه جا کار گیر کرده بود همه گیر بودن همه اسواتینا نمی‌دونستن چیکار کنن این گفت کارم پیش نمیره ولی بذار تا برم خونه کارش بگم رفت برگشت سه تا کتاب 300 صفحه انگلیسی خونده بود کدا رو پیاده سازی کرده بود اومد همه پلاتا رو یه دفعه انداخت رو صفحه بابا حاجی تو که میتونی داخل یه روز همه کار انجام خود شو تو دو ماه انجام نمیدی چرا همش میندازی یه جا مثل من دقیقه 90 مغزش کار میکنه آه دقیقاً حالا خوب یا بد دکتر قیمتی من اینو بعد چک کنم چون شاید دوست نداشته باشه بعد کات کنیم و اینا خب میریم سراغ بعد حمید میشکاری حمید آدم کولی آه کول بال اوکی دکتر دکتر رضا سمسامی ولی فانه فانه اوکی من خیلی بنا خدا گوگلی من بگیره اصلا یامش میگه خداش بگیر خب محمد کوی محمد نه این که همیشه مخالف یه چیزی باشه آره هر چیزی مخالفه دیسلایکره وحید زنده بودی وحید اسکی پیمان رحیمی پیمان گیمر گیمر تو تمام این اسمهای قدیمی ها رو که داریم میگیم قطعا فکر میکنم که همیشه اینجوری باشه که با پیمان رحیمی خیلی چیز خاصی نگن چون خیلی رفاقت هم ندارم پیمان رحیمی خیلی آدمی نیست کنم با کسی رفاقت و برعکس این قضیه من با هیچ کدوم رفاقت ندارم فقط پیمان رحیمی در یادی که هر هفته داریم زنگ میزنیم با هم کلاس زبان میرفتیم هنوز همو میبینیم خیلی وقت داره اون منو مهمون میکنه من دارم اونو مهمون میکنم و این نکته اصلی اینه که تا حالا نهار دعوت نکته اصلی اینه که دقیقا همه ببین همه دارم به یه قضیه دقت میکنم ولی منو دعوت کرده خب تا حالا نهار و شام چندین بار منو مهمون کرده خب و این یه چیز قلفه واسه پیمان رحیمی پیمان رحیمی بعد مثلا واقعا یه باجی بخواد بهت بده که نهار مهمون کنه اگه داره منو مهمون کنه یعنی خیلی حرفه خب مرتضی زهرینی من در مورد شریکم چیزی نمیگم بعدا داستان میشه شریک علی درویشی علی درویشی اونم میتونم بعدا بگم اوکی احمد بردبار احمد بردبار جیگر احمد مهرمان مخلص خب بعدا در مورد من چیه
تو؟ امیر بوده سامی همیشه شاو اسما پور رو همه میخوای برام شعر درست کنی؟ که حالا اسامیه که قاعد اماش سلام علیک داره داریم بهت میگیم دیگه. خب بچه ها ببخش صورتون داریم. خب خانم یدولایی ارشد آغاز پاشی خانم محمودی پیلسی دکتر خانم یوسفی استادم اسم دیگه این مونده که نگفته باشم میخوای شروع کنی کل مسئولین دانشگاه رو بگی رضا غریبی رضا غریبی بچه من تازه باش آشنا شدم اوکی دیگه ولی آشنایی مسعود کشکار عباس باقری داوود عبدالله عباس عبدالله پین پوینگ بزنی نمیرسه اوکی پین پوینگ عباس باقری و یکی مونده با آخری داوود عبدالله داوود هم ما چیز خواهدی بزنی هم نمیرسه آه دوتا رو یادم رفته بود کازم 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 رضا پناهی دوست رضا رفیق خوب و در آخر میرسیم به اسم آخر مجتمع عزیز نجات همیشه اینو میذاری آخر آره سپیدش کشم چیزی بوده که میخواستیم از بپرسیم و نگو پرسیدیم؟ نه زیادی پرسیدیم اوکی خدا نگهدار موفق باشی خدا نگهدار Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running shit right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a fucking name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I just wanna be